مجلس نمایندگان با اکثریت آرا بودجه مالی 1400 را تصویب کردند. کمیسیون مالی بودجه مجلس گفت اکثر ملاحظات و تعدیلات را که نمایندگان از حکومت خواسته بودند در پیشنویس سوم بودجه مالی 1400 گنجانیده شده است. شماری از نمایندگان اما گفتند در این بودجه به معاش سربازان افزوده نشده است. تو کلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمند. این نتیجه دو ماه رایزنی میان مجلس و حکومت بر سر بودجه مالی 1400 است. تصویب سند بودجه 1400 با اکثریت آرا و رفتن نمایندگان به رخصتی زمستانی است. با استثنای سه کارت سرخ به تصویب رسید. کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت در پیشنویس سوم بودجه مالی 1400 اکثریت ملاحظات مجلس حل شده و حکومت دست به تعدیلات بزرگ زده است. از افزایش 2000 افغانی در معاشات کارمندان دولتی و حذف دسترخوان ملی از سند بودجه مالی. چه کم تعدیلات من به کمیسیون که راوستی و په یو میاشتم کار کرده و تقریبا سلور شپیتر بودجه واحدونو سره ټول په دې سند کې ځای په ځای شو او هیڅ مشکل پکې نه و. هغه اکثریت از سوی هم شماره هنوز ناراضند و میگویند تغییرات به وجود آمده کافی نیست. اشاره آنان به نادیده گرفته شدن معاشات سربازان در افزایش معاشات است. اما در اینجا قشر که آسیب پذیر و قشر که همه روزه قربانی میته نیروهای امنیتی ما از فراموش شده. امیدوار استم در این قسمت هم توجه صورت بگیره. به استثنای 14 کارت سبز رد شد. گفتنی است که پیش از این مجلس نمایندگان دو بار پیشنویس بودجه را رد کرده بودند. امریکی حاشیه های را هم در پی داشت. از اتهام گروگانگیری بودجه تا متهم شدن مجلس و گنجانیدن خواستهای شخصیشان. اما رئیس مجلس امروز گفت که موقف مجلس در این مدت نه سیاسی بود و نه هم گروگانگیری بودجه مالی. آنچه که ولسی جرگه در این مدت انجام داد به هیچ عنوان نه سیاسی بود و نه هم گروگانگیری، بلکه فقط تصرف سلطه های ولسی جرگه طبق قانون اساسی و اهمیت بخشیدن به تفکیک قوا در چارچوب زیبایی های مباحث مختلف و دیدگاه های متفاوت بوده است. تصویب بودجه اجراعات قانونمند بوده و هر نوع اجراعاتی که در مطابقت با احکام قانون و در مبنای اصول حقوقی صورت بگیرد مورد حمایت اتحادیه حقوق دانان افغانستان می باشد. با این همه رئیس جمهور اشرف غنی از تصمیم مجلس نمایندگان برای تصویب بودجه سپاسگزاری کرد. او گفت این اقدام برای تطبیق به موقع برنامه‌های اساسی دولت به ویژه پروژه‌های توسعه‌ای در سراسر کشور مهم است. برای بحث در این باره گفتگوی داشتم با محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان با طرح این سوال که چه اتفاقی افتاده. پس از جنجال های گسترده مجلس تصمیم به تایید بودجه مالی سال آینده گرفته است. بودجه ملی سال 1400 در حدود 473 میلیارد افغانی هست که حدود 311 میلیاردش بودجه عادی و 161 میلیاردش هم بودجه انکشافی هست. بله. دو بار مسوده اول و مسوده دوم بودجه از مجلس نمایندگان رد شد به دلیل یک سلسله مشکلات و یک سلسله نواقصی که در بودجه وجود داشت. بله. برای بار سوم بله صدای مرداری؟ بله 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 بفرمایید. برای بار سوم باز هم کمیسیون بودجه 19 مورد گفتند که باید اصلاح شود. بعد از جلسات مکرر و بعد از نشست های زیادی که بین اعضای محترم کمیسیون بودجه و مقامات مسئول وزارت مالیه برگزار گردید، بالاخره از دو روز به این طرف کمیسیون بودجه گفت تمام خواسته ها و تمام او اصلاحاتی که نیاز بود به عمل آمده. آقای اخلاقی از تعدیلات عمده در این بودجه نام ببرین که حکومت آن را عملی کرده. ببینید می خواهیم که نکته یادآور شوم که امروز وقت بحث رای گیری در مجلس نمایندگان مطرح شد، ما فکر میکنیم که 80-90% اعضای مجلس نمایندگان در یک خلای معلوماتی قرار داشت. بله.
چرا تغییراتی که در بودجه هم به وجود آمده از دیروز به این طرف و امروز اون مسوده نهایی باید در اختیار همه وکلا قرار میگیره تا در روشنایی یک معلومات کلی را استعمال میشد. اما عملا ما دیدیم اونجا سر و صدا هم شد که ما کتابچه بودجه را در اختیار ندادیم. یک سلسله معلومات کلی که کمیسیون بودجه داد بر مبنای از او وکلا رای دادن و تقریبا اکثر قریب به اتفاق هم رای دادن. ما فکر میکنیم که دلیلش رضایت وکلا از اصلاحاتی که در بودجه آمده رضایت نبوده، بلکه یک سلسله فشارهایی که تاخیر بودجه باعث شده که بالای وکلا به وجود بیاید، این فشارها باعث شد که همه از این وضعیت رهایی پیدا کنه. در مجموع تنها یک مورد اصلاحاتی که زیاد هم بولد شد بحث افزایش 2000 افغانی در معاشات معلمین و کارکنان خدمات ملکی که اینا در معاشات دارای معاشات پایین هست. بله. اما بعضی موارد دیگه متاسفانه به اون صورتی که در ابتدا مطرح بود و از طرف کمیسیون بودجه بسیار به شدت مطرح میشد، در این موارد اصلاحات لازم و قابل قبول به وجود نیامد. آقای اخلاقی، اگر کوتاه بفهمیم ممنون میشم که حکومت مجلس را به سیاسی کاری متهم کرده بود، آیا نمایندگان بودجه را به گروگان گرفته بودند؟ خب ببینید، طبیعی است که ما نمیتونیم بگیم که تمام اعضای مجلس نمایندگان یک دست بودن یک دست نبودن. بسیاری از تعداد زیادی از اعضای مجلس نمایندگان به خاطر که در ایام رخصتی در سفر هستند امیال هم و معلوماتی که چانه‌زنی هایی که در رابطه با بودجه داشتن یک تعداد محدود بود. ما پیشتر هم عرض کردم که امروز رأی‌گیری یک صورت گرفت، فضای مجلس کاملا مشخص بود که 70-80% اعضای مجلس نمایندگان در اصلاحاتی که در بودجه نهایی به وجود آمده معلومات نداره. به این خاطر فضا طوری بود که همه رای دادن. میخواستم فقط یک مورد که بولد شد و اعلام هم شد که 2000 افغانی معاش اضافه میشه، فقط اون مورد که وزارت مالی هم متعهد شدن. در بقیه موارد به صورت عملی که قابل تطبیق باشه ما اینا متعهد نشد. محمد علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان بود که در ارتباط با تصویب بودجه مالی 1400 با او گفتگویی داشتم.